سلام میده خانم. سلام خانمم، حال شما؟ نباشید. خوبی؟ مرسی. از کشور عزیزم ایران تماس بگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. دیوادت میخواستم به اسم رسولانو. بله. نام مادر خانم بزرگ. ام معجزه عزیزم؟ از معجزه سایر خانم بودن که در چادر نازایی داشتن، به لطف خدا و به کمک هفت استاد عزیز شفا یافتن. دیگه چی عزیزم؟ آقای عمو بودن که در مازندران سرطان داشتن، به لطف خدا و به کمک هفت استاد عزیز شفا یافتن. خب یکی دیگرم برای ما بگو نازنینم. رسول خانم بودن که آلزایمر داشتن، به لطف خدا و به کمک هفت استاد عزیز شفا یافتن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواد؟ سلامتی و آرامش. خدای مهربان نصیبت کنه سلامتی و آرامش. خدای مهربان. چشم عزیزم، خدا نگه دارت. الهی زنده باشی. خدای مهربان سلامتی و آرامش را تو زندگی بهت هدیه کن عزیزم، نازنینم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام و عرض ادب خدمت شما مینه عزیزم. زنده باشی خانم. حال شما خوبی عزیزم؟ عبادت هاتون قبول باشه. مرسی. عبادت های شما هم قبول باشه. مرسی خانم. جونم از ایران عزیزمون تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. دعا به نام مهدی، نام مادر پروانه و از معجزه قدرت پنهان نیلوفر خانم و همسرشون که تماس گرفتن و حلالیت خواستن و گفتن من جز کسانی هستم که همسرم 7 سال خونه رو ترک کردن و دخترام ازدواج نکردن. همسایگان گفتن که از قدرت پنهان کمک بگیری. نیلوفر خانم گفتن من عقیده ندارم، حتی از اون محلی که زندگی میکردن رفتن. بعد از اون تصمیم گرفتن درخواست عبادت 2 ساعته کردن، به لطف خداوند و دعای استادان گرامی همسرشون به خونه برگشت و دخترانم ازدواج کردن. روزی شهین خانم یکی از همسایگان قدیمیشون رو در خیابان تشریف دیدن و به نیلوفر خانم و همسرشون گفتن که چجوری به هم برگشتید. همسرشون گفتن نور الهی چشم ما رو به زندگی باز کرد. الهی شکر عزیزم. عبادت برای چی میخوای نازنین؟ برکت باشید. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت. به خدا میسپرم. زنده باشی. خدا نگهدارت. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام از واس مینایم. سلام خانمم. عبادت ها قبول باشه. قربون شما. نماز روزه شما. زنده باشی. ممنونم عزیزم. جانم با سپاس از خدای بزرگ و استادای گرامی به خاطر معجزه بارون و طوفان که ویروس را از مملکتمون دور کرد و هوای پاک، خیلی سپاسگزاری. زنده باشی عزیزم. کشور عزیزم تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ دعا میخوام بله دعا میخوام برای اشرف فرزند اختر. هم معجزه ها عزیزم؟ از معجزه های قدرت پنهان زینب خانم از تبریز بودن که سرطان داشتن. بله. و با قدرت پنهان تماس گرفتن و خواستن خونه خودشون رو که دارایشون بود به قدرت پنهان هدیه کنن تا صرف بچه های خیابونی بشه. بله. ولی قدرت پنهان قبول نکرد و آینه تهیه شد برای زینب خانم عزیز که به کمک نور الهی و قدرت اساتید گرامی شفا پیدا کردن. مرسی عزیزم. ممنونم. عبادت برای چی میخواد؟ بله، برای بچه های خیابونی هم یه خونه بزرگ تهیه کردن که دستشون درد نکنه. زنده باشی عزیزم. عبادت برای برکت گشایی میخواد. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی عزیزم. زنده باشی خواهرم. خدا میسپارم. لحظه شماری میکنیم مینای عزیز برای دیدن شما و استادای عزیز. خداتون بشم. زنده باشی. منم همینطور نازنین من. میبوسم. ممنونم که با زبون روزه با صبر و حوصله تلفن‌های ما رو میگیرید. زنده باشی عزیزم. میبوسم تو. خدا نگهدارت. ممنون. اگه امکان داشته باشه تست پربرکتتونم برام بالا بگیرید. چشم عزیزم. چشم نازنینم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی و آرامش برکت رو تو زندگی بهت هدیه کنه. نازنینای من، جای این هستش که باسم قدردانی کنیم از عزیزانی که جزو کارت‌های قدرت پنهان رو گرفتن و با ما هستن و می‌بینیم روز به روز این مهربونا بیشتر میشن و شکر خدای مهربان، شکر پروردگار که این نازنینا میشه گفتش که مهر و محبت و خدای مهربان گویا
برکت اونچنانی تو زندگی هاشون میده، به این دلیل که نیت پاک و عاشقانه به نور الهی دارن نازنینای من. و میبینیم که روز به روز شکر خدای مهربان تعداد عزیزانی که برای برنامه علمی عبادی کمک به بچه های خیابونی هست میبینیم که بیشتره. شکر خدا. جا این هستش که باز هم تشکر و قدردانی کنیم و یه خبر دیگه ای رم برای شما عزیزان عنوان کنیم که توی این سه روزی که 19، 20 و 21 نازنینای من در مسجد نظری هست، خیلی از شما عزیزا زنگ میزنید و میگید که اسممونو بدین نازنینای من. داریم میگیم اگر میخواییم برای نظری شرکت کنید، درست نازنینای من؟ بس امیدوارم که معنای این حرف رو متوجه باشین عزیزای من. خیلیاتون زنگ میزنید و میگید که به استادا بگین که برای روح رفتگانمون عبادت کنن. نازنینا در نظر بگیریم ما با چند هزار نفر اون روز در ارتباط هستیم و از شما عزیزا اگه میخواین اسم بدین و وسایلی رو ما برای عبادت لازم داریم، یا اگه میخواین تو نظری شرکت کنین عزیزای من، نازنینای من، بس کسی که تو نظری داره شرکت میکنه طبیعتا باید هزینه ای را بپردازه، چون داریم میگیم نظری نازنینای من. امیدوارم که اینو خیلی واضح و راحت از ما، البته شکر خدای مهربان، شکر پروردگار، مسجد احتیاج نداره به هیچ کسی، فقط و فقط احتیاج داره به نور الهی. ولی نازنینای من وقتی اضافه خواسته های اضافه دارین، شما در نظر بگیریم برای هر عبادتی که مثال برای شما عزیز میخواد، برای مثال شما در نظر بگیر برای اینکه میخوای طول عمرتو بدونی نازنینای من، ما باید چیزهایی رو آماده کنیم در مسجد بذاریم. وقتی که استادای عزیز میان و طبیعتاً چند تا میز میذاریم که نشونه های شما عزیزا رو میذاریم روش، و طبیعتاً نازنینای من، عزیزای من، ما باید چیزهایی رو آماده کنیم که وقتی برای شما عزیز نشونه هاتون اومده و عمرتون رو برامون میگن، البته دونه دونه ور نمیدارن تو دستشون، فقط دست میکشن و میرن، و کسانی دور بر استادای عزیز هستن که مثال میفرماین که این نشونه مثال 120 سال عمر میکنه. نازنینای من، مثال این نشونه شخص مریضی داره باید باش مبارزه کنه، مثال چیزهای مختلفی رو که میگن همراه استادای عزیز دارن راه میرن و مینویسن و برای شما عزیزا طبیعتاً با شما نازنینا در ارتباط هستیم. بس امیدوارم اینو متوجه باشین، بدونین که از برنامه علمی عبادیتون واقعا با شناخت کافی نازنینای من خواسته هاتون رو ما متوجه باشیم و اونی که نور الهی ازمون میخواد بتونیم به نفع هستم برای شما عزیزا انجام بدیم. بله بازم جایی این هستش که از عزیزانی که برای بچه های خیابونی کمک کردن عرض کنم خدمتتون که عزیزانی که برای اون روز آینه تهیه کردن و گفتن آینه میذارن که به اسم هر کسی که قسمتش باشه عزیزای من. و یه مسئله دیگه ای رو عنوان کنیم که یه سری از عزیزانمون برامون تلفن میزنن و میشه گفتش که یه جورایی ما رو آزرده میکنن، به این دلیل که میفرماین خب بس هر کسی رو که خودتون دوست داشته باشین آینه به اسمش میفته. نازنینای من، گلای من، قبل از این که میخوای قضاوت کنی بشین با خدای خودت راز و نیاز کن. اگر خدایی نکرده حرفت نادرست باشه، راستی توی این ماه مقدس اون موقع میخوای به جای این که عبادت کنی فکر نمی کنی که برای خودت خدایی نکرده ضرر کردی، به این دلیل که قلبی رو آزردی، و به این دلیل که نازنینم عزیزم این که فکرشو بکن ممکنه تهمتی زده باشی. بس امیدوارم شما گل من، شما نازنین من متوجه باشین که این چنین قضاوت نکنید، قضاوت رو بذارین به عهده نور الهی، و امیدوارم که بتونیم نازنین من جوابگوی درستی باشیم پیش لطف پروردگار. و بعضی از قضاوت ها برای ما این چنینه که میگیم انشاءالله خدای مهربان گناهامونو پاک کرده، گناه ها ما رو سبک کرده، و امیدوارم که غافل از این نباشین که نازنینای من تهمت زدن میشه گفت جز به گناه هاییه که
میفرمایند گناهیه که تقریبا نابخشودنیه. امیدوارم بی خودی قضاوت نکنید و خودتونو به جای اینکه در این ماه مقدس به خدای مهربان نزدیک و نزدیک کنید، نکنه خدای نکرده خودتونو دور کنید.